دوستای عزیز سلام، من لوس هستم، به کانال آداب خیلی خوش اومدین. امروز می‌خوایم دو تا تکنیک جدید رو توی پاتینه با هم یاد بگیریم. یکیش قدیمی داشتم که اون رو تبدیل به یک سینی کردم و این تکنیک ها رو توش اجرا کردم. بریم با هم این آموزش رو ببینیم. خب این یک کشوی قدیمی بوده که حالا من می‌خوام تغییرش بدم بکنم این سینی. عین همین کشو رو مشابهش رو درست کردم، ولی خب یه مدل دیگه، یه طرح دیگه پوستش هست. اگه دوست داشتین بریم اون رو هم نگاه کنین. میخوام بیام این قسمت رو جدا کنم. خیلی سخت جدا کردنش، یعنی خواستم به همون شکلی که داشتم جدا میکنم جدا کنم، نمیدونم اصلا موفق میشدم یا نه. به هر حال من اینو بردم بیرون و با چکش و پیشگوشتی این رو باز کردم. به خاطر همینم حالا یه مقدار بد باز شد و این قسمت انتهاییش در حقیقت شکست. حالا به خاطر همین من باید بیام الان این قسمت این چوب رو هم باید بیام ترمیمش کنم. این چوب مال این قسمت مال خودش بود. چوب رو با چسب چوب روی کار میچسبونم. شما هرچی برای بازسازی چوبه، یعنی مثلا الان که این خراب شده، هرچی از خود چوبش بتونین، هرچی از چوب بتونین استفاده کنین کارتون بهتره. شما اگر پست بازسازی وسایل چوبی رو ببینین، توش بهتون در حقیقت اون ویدیو میبینیم که نمیتونیم ما برای بازسازی چوب از بتونه، وقتی که عمق زیادی داره، از بتونه به تنهایی استفاده کنیم. به خاطر اینکه وقتی که حجم بتونه زیاد باشه، اولا خب ترک میخوره، بعدم اینکه خب اون بتونه اون مقاومتی که خود خود چوب داره رو نداره. به خاطر همین باید تا جایی که میشه از خود چوب استفاده کرد. برای موارد دیگه ای هم که حالا مثلا مثل اطراف این، خب حالا من دیگه چوبش رو که شکسته نمیتونم از روی اون چوب جدا کنم، به خاطر همین میام حالا از خورده، حالا دیگه از چوبای دیگه استفاده میکنم که این قسمت رو پر کنم، و یا براده های چوب استفاده کنم. ولی خب من براده چوب متاسفانه ندارم. براده چوب باید با حالا چسب چوب قاطی کنیم، این قسمت هایی که خالی هست رو پر کنیم. اجازه دادم دست اول که اینو زدم کامل خشک شد. حالا میام دست دومم رو میزنم. لایه های کلوفتی رو روی کارم اجرا نمی کنم. ممکنه این کار رو مثلا دو بار سه بار مجبورشم انجام بدم، ولی نمیذارم که مثلا حجم زیاد و لایه کلوفتی از مواد روی کارم بیاد. قسمتش که با چسب چوب کار کردم گذاشتم کامل خشک شد. دیگه الان احتیاجی نیستش که بخوام از چسب چوب استفاده کنم. برای حالا صاف و یک دست کردنش از بتونه پایاب همه کار استفاده میکنم. من خب اینو دوبار بتونه زدم که سطحم کامل صاف و یک دست بشه. حالا باید بیام سماده بزنم. حالا من میخوام بیام این رو کارم رو رنگ کنم. میام الان از وازلین استفاده میکنم چون میخوام پتینه کنم کارمو. میام یه مقدار دستمو به وازلین آغشته میکنم روی بعضی از قسمت های کارم. وازلین رو میزنم که بعدا بتونم رنگ رو به کمک حالا سنباده از روی کارم پاک کنم. حالا میام کل کارم رو با رنگ پای آب رنگ میکنم. خب من حالا میخوام داخل این سینیم دکوپاش کنم. خب من فقط همون برش زدم، دوربری کردم. حالا میام دستم رو با انگشتم رو با آب خیس میکنم. این گوشه های ورق میکشم که یه مقدار نازک شه، به خاطر اینکه موقعی که روی در حقیقت سطح هم میذارم این گوشه ها نازک باشه و تفاوت سطحش روی چوب مشخص نشه.
حالا میام اون قسمتی که میخوام دکوپاش کنم از چسب چوب رقیق شده استفاده میکنم. میتونین از چسب دکوپاش هم استفاده کنین. خب میام اول این قسمت پایین رو که چسب زدم روی کار میخوابونم و بعد قسمت های بعد رو یواش یواش چسب میزنم که حباب کمتری روی کار ایجاد شه، کار کمتر چروک بیفته. حالا من گذاشتم این طرحهای من خشک شد، حالا میام روش رو با چسب چوب فیکس میکنم. حالا میام با کمک سنباده اون قسمت هایی رو که وازلین زدم و چرب کردم یه مقدار سنباده میکشم که این رنگم از بین بره و طرح چوب زیر خود کار مشخص بشه. خب حالا میخوام یه بس مدیوم کراکل یا ترک استفاده کنم. وقتی که این ماده رو روی سطحمون استفاده میکنیم یک حالت ترک رو روی کار ایجاد میکنه. مدیوم های کراکل یا ترک دو مدل دارن، یا تک جزئی هستن یا دو جزئی. حالا مدلی که من دارم تک جزئیه. برای استفاده از مدیوم های کراکل باید اول سطح کارتون رو، رنگ پایتون رو، رنگ بیستون رو زده باشین. بعد میایم با کمک یک قلموی تمیز روی سطح کارمون رو از این مدیوم استفاده میکنیم. این مدیوم رو دو دست من روی کار اجرا میکنم که کامل تمام سطح من به این ماده به خوبی آغشته بشه. وقتی دست اول رو زدم باید اجازه بدم که دست اولم کاملا خشک بشه و بعدا دست دوم رو روش اجرا کنم. اگر شما یه قسمتی رو از این مدیوم نریزین و استفاده نکنین اون قسمت ترک بر نمی داره. برای استفاده از مدیوم های دو جزئی هم شما باید بیاین اول جزء اولش رو که روش مشخص کرده که استپ یک هستش، اول اون رو روی کارتون بزنین به یک جهت. یعنی اگر به این صورت استپ یک رو میزنین، استپ دو رو باید به جهت مخالفش روی سطحتون اعمال کنید. اونم بعد بذارین استپ اول کامل خشک بشه و بعد استپ دوم رو روش اجرا کنید. مدیوم ترک رو حتما توی یک جهت بزنید، به دو جهت یعنی حالت رفت و برگشتی این کار انجام ندین. مدیوم ترک رو به این سمت زدیم. حالا به خاطر اینکه خودشو بیشتر نشون بده من رنگم رو از این سمت میزنم، یعنی برعکس جهتی که مدیوم رو زدم. دقت کنین فقط رنگ رو یک بار روی کارتون بکشین. یعنی الان اینجا رو که من کشیدم دوباره نباید بیام روش رو بکشم، چون اگه این کار رو بکنم ترک‌های من پر میشه و دیده نمیشه. ببینیم من اون موادی که داشت استفاده کردم برای مواد ترکم خب خیلی مواد خوبی نبود و ترک خیلی بزرگی رو روی کارم ایجاد نکرد. پس به خاطر همین الان اومدم از یک ترک دیگه، حالا این دفعه ریچ هست، استفاده میکنم که نتیجه کار ببینم. رنگ رو روی کارم زدم، اجازه دادم رنگم خشک بشه. حالا میام یک حجمی به اندازه حالا کافی روی کارم از مدیوم ترک یا کراکل رو میریزم و با قلمو روش میکشم. این رو میذارم خشک بشه تا بعد بیام حالا رنگ بعدی رو روش اجرا کنم. حالا میام از رنگ اکریلیک دوباره استفاده میکنم. خب نگاه کنین ترک ها داره
هنوز با اینکه رنگ خیس هستش داره ترک ها روی کار ایجاد میشه. فقط مهم هستش که شما، البته این کار خب کوچیک بود، من از قلم کوچیک استفاده میکنم، تو کارهای بزرگ سعی کنین از قلمای بزرگ استفاده کنین، حجم رنگتون کافی و مناسب باشه، یک دور بکشین روی کارتون، در غیر این صورت ترک ها پر میشه و ترک ایجاد نمیشه. خب حالا من میام از خمیر کهنه کاری قهوه‌ای کرم استفاده میکنم. حالا بیام به کمک تامپون، از واکس کهنه‌کاری مشکی استفاده میکنم. تامپونمو بهش آغشته میکنم و بعد شدت رنگمو میگیرم. حالا میام خیلی آروم روی کارم بدون اینکه فشار بدم میکشم. خب من از این مهره های چوبی برای بمان پایش استفاده میکنم. با همین رنگی که سطح کارمو زدم اینم رنگ میکنم، بعدم یه دونه واکس کهنه‌کاری مشکی روش میزنم. این پایه های چوبیمو چسب چوب به کارم وصل میکنم. شما حالا میتونین از هر چسبی که میخواین استفاده کنین. این کارم 24 ساعت زمان دادم که رنگم کاملا خشک شد. حالا میام با وارنیش مات پای آب سطحم رو، کارم رو تثبیت میکنم. خب دوستای عزیز، اینم نتیجه کارمون. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشین و براتون مفید بوده باشه. لطفا اگر از این آموزش خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستین و باشون به اشتراک بذارین که اونا بتونن از این آموزش استفاده کنن. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.